زید ابن علی قیام شیعیان بر ضد امویان. در این پادکست قراره به سراغ یکی از قیام‌های معروف و تأثیرگذار تاریخ شیعه یعنی قیام زید ابن علی برم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. زید ابن علی ابن حسین زاده سال 80 و در گذشته 122 هجری قمری پنجمین امام شیعه از شاخه شیعیان زیدی است. وی فرزند علی ابن حسین سجاد بود و نبردی دو روزه رو علیه هشام ابن عبدالملک خلیفه وقت اموی در کوفه صورت داد و در طی این قیام کشته شد. شاخه زیدی از شیعیان پس از وی ظهور کرد. زیدیان اون رو پنجمین امام و جانشین علی ابن حسین سجاد می دونند و برادرش محمد باقر رو به امامت قبول ندارند. زید همواره برای شیعیان امامی فردی مورد احترام بوده و علمای 12 امامی معتقدند که وی هیچگاه ادعای امامت نداشت. قیام زید قیامی معروف بر ضد بنی امیه بود که در صفر سال 122 هجری در زمان حکومت هشام ابن عبدالملک رخ داد و به کشته شدن زید و بسیاری از یارانش منجر شد. جعفر ابن محمد صادق ششمین امام شیعیان در این قیام زید را همراهی نکرد. در تحلیل دلایل و تفسیر رویکرد ششمین امام شیعیان در رابطه با این قیام و اینکه موضع وی سیاست و تدبیر بوده یا از باب عدم تایید قیام بوده و یا دلایل دیگه‌ای داشته همواره در میان عالمان شیعه مورد اختلاف بوده. اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. در ابتدا بسیاری از مردم کوفه و سایر مناطق با زید ابن علی و فرستادگان اون بیعت کردند، اما با زندانی شدن مردم در مسجد کوفه تنها 300 نفر با قیام زید همراه شدند. قیام زید چنان که در تاریخ طبری ذکر شده شب چهارشنبه اول صفر 122 هجری آغاز شد و در روز اول هم پیروزی با سپاه زید بود، اما در روز دوم و پس از اضافه شدن تیراندازان به سپاه والی کوفه سپاه زید شکست سختی خورد و زید هم در این جنگ زخمی شد و سرانجام در سوم ماه صفر همون سال از دنیا رفت. بنابر گزارش منابع تاریخی زید با انگیزه هایی از جمله خونخواهی حسین ابن علی و گرفتن خلافت از دست امویان قیام کرد که همچنین برخورد نامناسب هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی با اون در حضور درباریان هم انگیزه های تلاش زید رو پررنگ تر کرد. قیام وی رو میشه از مقدمات فروپاشی حکومت امویان دونست. همچنین عدم همراهی کوفیان، قدرت نظامی بنی امیه و عوامل نفوذی اونها از علل نافرجامی قیام زید ذکر شده. زید ابن علی به نقل تاریخ طبری شب چهارشنبه اول صفر سال 122 رو برای آغاز قیام با یاران خود تعیین کرد، اما قیام زودتر از موعد رخ داد. وی به همراه یاران شامگاه سه‌شنبه از شهر خارج شدند و خود رو برای جنگ آماده کردند. دلیل این تعجیل این بود که یوسف ابن عمر استاندار اموی عراق از رفت و آمدهای زید و دو نفر از یارانش مطلع شده بود و به ماموران دستور دستگیری اونها رو داده بود. با این حال ماموران موفق به پیدا کردن زید نشدند، اما اطلاع حاکمان از محل اقامت زید و دستگیری دو یار نزدیک وی و احتمال حمله دشمن سبب شد که زید و یارانش زودتر آماده نبرد بشن. هنگامی که زید وارد کوفه شد با استقبال مردم و درخواست‌های قیام اونها مواجه شد و در این دیدار افرادی به ملاقات اون رفتند و با اون بیعت کردند، اما یک روز قبل از خروج و آغاز قیام استاندار عراق به والی کوفه دستور داد تا مردم این شهر را در مسجد جمع کنه. والی پس از احضار رهبران طوایف و بزرگان قوم به مسجد
اعلام کرد که هر کس به مسجد نیاد خونش مباح خواهد بود. در نتیجه از اون همه افراد تنها 300 نفر و بنابر نقلی کمتر از اون با زید ابن علی همراه شدند. در منابع ذکر شده که در اون شب زید و یارانش در بیابان به سر برده و شعار یا منصور امت که شعار اصحاب بدر بود رو سر می دادند. بیعت کنندگان با زید حدود 15,000 نفر از اهالی کوفه دونسته شدند که در میان اونها افرادی از بزرگان کوفه از جمله سلمت ابن کحیل هم ذکر شده. علاوه بر این شماری از مردم مدائن، بصره، واسط، موصل، ری و گرگان هم با فرستادگان زید ابن علی بیعت کرده بودند. اگر گفتگوی زید ابن علی با سلمت ابن کحیل رو مبنای تعداد بیعت کنندگان قرار بدیم، میشه گفت 40,000 نفر با اون پیمان بسته بودند. همچنین به نقل از ابوالفرج اصفهانی، افرادی از جمله ابو حنیفه، عالم و فقیه بزرگ اهل سنت، به زید ابن علی کمک مالی کرده بود. در نهایت با تهدید و تطمیع والی کوفه، مردم پشت زید ابن علی رو خالی کردند و تنها 300 نفر اطراف اون موندند و زید تصمیم گرفت با این تعداد از یاران خود به مقابله با امویان بپردازه. درگیری میان نیروهای زید ابن علی و سربازان والی کوفه از اول صفر سال 122 آغاز شد. زید لشکر خود را به سوی شهر حرکت داد و اونها را به جنگ تشویق کرد. نخستین برخورد در اطراف کوفه در منطقه ساعدین روی داد و به پیروزی یاران زید منجر شد و سپس جنگ به کوفه کشیده شد. زید ابن علی به همراه نصر ابن خزیمه، معاویه ابن اسحاق و چند نفر از یاران خود به مسجد رفت تا مردم گرفتار شده در مسجد رو از محاصره امویان نجات بده. زید و یارانش موفق شدن خود رو به مسجد رسونده و پرچمهای خود رو بر سردر مسجد به اهتزاز در بیارن، اما ماموران اموی مانع پیشروی اونها شده و با رسیدن لشکری تازه نفس از سوی یوسف ابن عمر جنگ شدیدی در اطراف مسجد و بازار در گرفت. سرانجام جنگ و درگیری به محلهی به نام دارالرزق منتقل شد و به پیروزی زید و یارانش در روز اول جنگ منتهی شد. در ابتدای دومین روز جنگ، نصر ابن خزیمه از یاران زید به دست نائل ابن فروه کشته شد. کشته شدن اون زید رو به شدت متاثر کرد. با این حال نبرد سخت سپاه زید در این صبح هم با پیروزی اونها به اتمام رسید. یوسف ابن عمر لشکری دیگه تدارک دید تا به یاران زید حمله ور بشه، اما زید و یارانش با شجاعت تمام سپاه یوسف ابن عمر رو در هم شکستند. سرانجام با اضافه شدن تیراندازان به سپاه یوسف ابن عمر، کار سپاه زید دشوار شد و در همین حال معاویه ابن اسحاق، دومین فرمانده زید، هم کشته شد. در غروب این روز زید هم بر اثر اصابت تیری به پیشانی خود به شدت مجروح شد و سپس در روز سوم صفر سال 122 از دنیا رفت. قیام زید اگرچه با کشته شدن زید ابن علی و پیروزی بنی امیه به پایان رسید، اما ضررهای بیشماری برای امویان داشت. قیام زید و پس از اون قیام پسرش یحیی مقدمات سقوط حکومت امویان رو فراهم کرد و دامنه قیام‌های شیعی رو به خراسان کشون، چنان که در تاریخ یعقوبی ذکر شده که کشته شدن زید ابن علی شیعیان خراسان رو به جنبش درآورد و سبب شد اونها ستم‌های امویان بر اهل بیت پیامبر اسلام رو بازگو کنند و بر این اساس جایی نبود که از جنایات امویان بی خبر باشه. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.